یه تئوری شگفت‌انگیزان بریم دوباره. آره، انیمیشن بچه‌ها دوست دارن. این تئوری میگه که آقا و خانم شگفت‌انگیز یه سری قدرت‌ها دارن که حتی خودشون هم خبر ندارن. چی مثلا؟ ما همه میدونیم که شگفت‌انگیزان یه خانواده‌ن که همه‌شون هم ابرقهرمانن. اوکی، ولی به نظرت اسم بچه‌هاشون یکم عجیب غریب نیست؟ چی بگم والا؟ این تئوری میگه که آقا و خانم شگفت‌انگیز میتونن آینده رو پیش‌بینی کنن. نه بابا، اکثر پدر مادرها وقتی میخوان واسه بچه‌شون اسم انتخاب کنن یا قبل از تولد یا یه تایم کمی بعد از تولد اسمشون رو میذارن دیگه. آره دیگه. چه جوری آقا و خانم شگفت‌انگیز اسم بچه‌شون رو گذاشتن دش؟ اولا که از کجا میدونستن قدرت ماورایی داره؟ دوما اینکه از کجا میدونستن این قدرتش سرعت زیاده؟ راست میگی. اول اسمشو گذاشتن دش، بعدن مشخص شد که این قدرتش سرعت خیلی زیاده. خود وایولت رو چجوری اسمشو گذاشتن؟ وایولت یعنی بنفش. اول اسمشو گذاشتن، بعدن مشخص شد که وایولت میتونه اون حاله بنفش رنگو به وجود بیاره. اصلا دقت نکرده بودم. حالا اون یکی بچه جک جک، یه اصطلاحی از توی زبان انگلیسی، میگن جک آف آل تریدز. به یه شخصی میگن که توی چند تا کار خیلی عالی باشه و همه رو یه جا بلد باشه. بعدن هم مشخص شد که جک جک چند تا ابیلیتی رو با هم داره. این تئوری میگه که آقا و خانم شگفت‌انگیز یه ابیلیتی دارن به اسم پریکاگنیشن. پریکاگنیشن یعنی تو میتونی آینده رو پیش بینی کنی بدون اینکه اصلا خودت بفهمی. فکر میکنی فقط یه ذهنیته. خانواده سمی یعنی نه.